یه سوال جالب از مبحث مغناطیس. میگه مطابق شکل دو سیم موازی ازشون جریان ثابتی میگذرن. اگر بردار میدان مغناطیسی برایند حاصل از دو سیم در نقطه M و N یکسان باشن، جهت میدان مغناطیسی توی نقطه M نوع نیرویی که به هم وارد میکنن چیه؟ سوال میگه نقاط M و N در فاصله یکسان از سیم دو قرار دارن. خب من توی شکل بزرگتر اینو براتون بررسی میکنم. اول تکلیف میدان سیم یک در دو نقطه مشخص، 60 جریان 4 انگشت میدان، اینجا بی یک در اون سوه، طبیعتا اینجا هم بی یک در اون سوه. خب با توجه به این که نقاط M و N در فاصله یکسان از سیم دو قرار دارن، اندازه بی دو توی این دو نقطه هم اندازه است. اما طبیعتاً چون که در دو طرف سیم دو قرار دارن، جهت اینا با هم فرق میکنه. یعنی اگر بی دو اینجا در اون سو باشه، این ور برون سوه و بالعکسش. خب اگه قراره میدان برایند من توی دو نقطه دقیقاً یک میدان باشه، باید اندازه و جهتش یکسان باشه. در نقطه M نسبت به نقطه N میدان سیم یک مقدار کمتری داره، پس میدان سیم دو باید بیاد به کمکش تا بتونه هم اندازش کنه با نقطه N. یعنی توی این نقطه میدان سیم دو باید در اون سو باشه. پس میدان سیم دو توی نقطه N به شکل در اون سو به دست میاد، توی نقطه یک به شکل برون سو. برای تعیین جهت این 60 جریان 4 انگشت میدان، پس جریان سیم دو در این نقطه میشه رو به بالا. خب اما خواسته سوال از ما چیه؟ یکی جهت میدان در نقطه M رو میخواد که قطعا با توجه به این جهت هر دو در اون سو هم میشه در اون سو. نیروی بین دو سیم با توجه به اینکه جهت جریان های دو سیم هم جهته، به شکل جاذبه در میاد. پس میدان در نقطه M در اون سوه و نیروی بین دو سیم به شکل جاذبه است.